سلام دوستان، نکته ای که خیلی مهمه وقتی دارید خونه رو انتخاب میکنید، قبل اینکه قرارداد رو امضا کنید یا پولی پرداخت کنید، اینه که حتما از صاحب خونه بخواید که با تماس ویدیویی خونه رو بهتون نشون بده. گاهی فرستادن نقشه سه‌بعدی و ویدیوهایی که از خونه گرفتن احتمال داره که کلاهبرداری باشه خونه، مخصوصا اینکه قیمتش خیلی قیمت اجاره‌ای که پرداخت می‌کنید نسبت به خونه و موقعیتی که خونه هست خیلی کمتره. حتما مواظب باشید، از سایت های معتبر استفاده کنید، لبونکو هم و سایت هایی که شما طرف حسابتون فقط با صاحب خونه است. وقتی از ایران میخواید اقدام کنید برای اجاره خونه، احتمال کلاهبرداری توش بیشتره. پس حتما توجه کنید که قیمت خونه معقولانه باشه، مقدار اجاره که میدید معقولانه باشه و اینکه سایتی که ازش استفاده میکنید معتبر باشه. معمولا از وقتی که میایید داخل فرانسه، وقتی میرید کف، اداره کف، اداره که به افرادی که درآمدشون کمتره، مثل دانشجو یا افرادی که کار میکنن درآمدی ندارن، خانه دارن، یا افرادی که کار میکنن ولی درآمدشون کمه، کمک هزینه مسکن تعلق میگیره. کمک هزینه مسکن که اسمش کفه، شما باید برید یا آنلاین درخواستتون رو بفرستید یا حضوری تشریف ببرید کف و درخواستتون رو پر کنید. ماه اولی که درخواست رو فرستادید هیچ مقداری بهتون تعلق نمیگیره، از ماه دوم شروع میشه به پرداخت. معمولا بررسی پرونده بسته به شهر و جایی که هستید متفاوته، شاید تا بین 5 تا 9 ماه هیچ هزینه‌ای پرداخت نشه، ولی خیالتون راحت باشه که وقتی پروندهتون قبول شد تمام ماهایی که پرداخت نشده رو یک جا پرداخت میکنن. اگه توی خوابگاه کروز هستید که مستقیماً به کروز حساب خوابگاه پرداخت میشه. اگه از اونجا اومدید بیرون یا چند ماه مونده، 1 ماه مونده که بیاید بیرون و همچنان مبلغی پرداخت نشده، همچنان به حساب کروز میاد و شما بعدش باید ازشون بخواید که براتون مبلغ رو بفرستن. اگه اون خونه رو یا اون مکان اتاق رو تحویل دادید، کف خودش مبلغی رو که قراره بفرسته به حساب بانکیتون میفرسته. اگه میخواید خونه رو عوض کنید، مواظب باشید که از تاریخ 1 هر ماه قرارداد نوشته بشه، در غیر این صورت اون ماه رو بهتون هیچ مبلغی پرداخت نمیشه بابت اجاره‌ای که میدید. و این هم در نظر بگیرید که فقط ماه اولی که میایید پرونده تشکیل میدید هیچ مبلغی پرداخت نمیشه بهتون. اگه شهر رو عوض کنید یا خونه رو عوض کنید همچنان، اگه از 1 ماه باشه قرارداد، همچنان به صورت پیوسته کمک هزینه خواهید داشت برای مسکن. فقط این رو در نظر بگیرید که اگه از شهری به شهر دیگه برید، باید توی شهر مبدأتون پرونده بررسی بشه، پرونده رو ببندن و فیزیکی پرونده رو بفرستن به شهری که بهش نقل مکان کردید و این پروسه ممکنه چند ماه طول بکشه و شما باز این چند ماه کمک هزینه رو بعدن یک جا همه رو دریافت کنید.
برای اینکه درخواست بدید مانفونت رو میزنیم خیلی مانفونت پیغم دومت معمولا وقتی اولین بار میاید شماره شماره اجتماعی ندارید، پس اینو نوبت بزنید و بقیه مشخصات رو پر میکنید. چیزی خاصی نداره، فقط اینه که محل اقامتتون، اینو شماره سوسیالتون رو که هنوز نیومده نو میزنید، بعدا که اومد حتما گزینه وی رو انتخاب میکنید. بستگی به اینکه خانم یا آقا هستید گزینه ها رو انتخاب میکنید. فامیلتون، اسم کوچیکتون، اسمی که صداتون میزنن اگه دوست داشتید یا اصلا داشتید مینویسید، تاریخ تولدتون، روز، ماه و سال. توی فرانسه به دنیا نیومدید پس ترانشه رو میزنید. الان توی فرانسه هستید و کد شهری که دارید و این قسمت رو پر می کنید. امیدوارم که مفید بوده باشه.